دوستان و هم زبانان گرامی درود بر شما من الاتان باغستانی هستم بسیار خوشحالم که یک روز یک شنبه بعد از ساعت هفت شب به وقت لس آنجلس و فکر کنم ایران هنوز ش باشه اگه ساعت ها عوض شده نشده در خدمت شما هستیم در یک برنامه دیگه و امیدواریم در این 50 دقیقه 45 دقیقه آینده که در خدمت شما هستیم بتونیم از طریق این برنامه روز هفتم شما رو خدمت کنیم و با پیام سلحامیز و پربرکت و مبارک ایسای مسیح با شما وقتی رو داشته باشیم و اون رو با شما دریا بزنیم در کنار همسر گرامیمون هستیم نازنین خانم خدا رو شکر واقعا برای این فرصت که میتونیم ما نیز به منزل های شما بیایم و با شما صحبت کنیم امیدوارم هر جایی که هستین دیگه اصر برگشتین خونه با منتظر باشین که از کلام خدا بشنوین حتی اگه پیکنیک بودن امروز حتی اگه پیکنیک بودین یه تهرام... ساعت چند ساعت رفته جلو خستم هستی صبح زود پا شدی رفته این گلیزا. استودیو خوشگل هست خوابالو میشی کم کم آره. این پشت اونو نگاه نکنید روزه و دریازد چرا گفتی اینجا خونه ما قشنگ دوستان میبینن میگن به 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 این کشیش باقستانی چقدر وضعش خوبه ما خوشحال میشیم به حال هر جای دنیا هستید دمار تماشا میکنید خدا شکر میکنیم برای وجود وجودتون خیلی ممنونم از تماسایی که میگیرید چه کسانی که علاقه من هستید درخواست دعا دارید یا کسانی که حتی به حال اصلا نظرهای خودتون دارید بسیار خوشحالیم که ما در تماس هستید مسلما من فکر نمی کنم که تصادفی باشه که ما از این طریق در منزلهای شما هستیم به شما کانال چرخوندید علال خصوص میخوام به دوستان همکیش ما مسیحی که در این دو سه هفته آینده در خدمتشون بودیم و ما را مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن ازشون تشکر بکنم خیلی ممنون ما پذیرفته دوستان ما در شهر گلندر بربنگ در سایر نقاط آمریکا، در اروپا و دیدم که در ایران هم ما رو تماشا کردید بسیار خوشحالیم بعضی از این دوستانی که با ما تماس گرفتن درخواستای دعاشون اینجا هستش که سعی میکنیم تا آخر برنامه در خدمت شما دعا کنیم در پشت خطای تلفن دوست ما خواهر ما هستن در خدمت شما که وقتی با شما تلفن 949 681 8000 تماس میگیرید میتونید مطلبتون در میون بذارید می نویسن به ما میدن اگر لازم باشه صحبت کنیم با خوشحالی بعد از برنامه و در طول هفته در خدمت شما هستیم اگر مطلب دعا دارید اگر پیشنهادی دارید هرچی که هست خوشحال میشیم که تماس بگیرید با این شماره تلفن در ده دقیقه آخر امشب تلفن ها رو باز میکنیم تلفن استودیو رو خدمتتون بعدا اعلام میکنیم در خدمت شما خواهیم بود که از شما مستقیم بشنویم در صورت در خدمت شما هستیم اگر از طریق فیسبوک در از عقب ما میاید میتونید برید به پیج فیسبوک ما الناتان باقستانی به اسم بنده هستش فیسبوک اون پر شده فقط پیج ما هستش که بازه در خدمت شما باشین توییتر همینطور طور الناتان باقستانه شما تایپ کنید الناتان باقستانه خلاصه بعضی جا ما رو میبینید و در خدمت شما خواهید خب روز خیلی جالب داشتیم همونطور که نازنج گفت ساعت ها در آمریکا عوض شدن و به حال خب باعث شد که یه ساعت کمتر بخوابیم من هنوز نمیدونم بازی فوتبال امروز صبح چند چند شده نمیخوام بدونم تا برگردم خونه نتیجه رو ببینم انقدر به حال ساعت ها تاثیر گذاشته روی فوتبال پیکی که خیلی خوبی داشتیم مهمان واعظ خیلی محترمی کشش ارن که امریکایی هستن با ما بودن با همسرشون خیلی زیبا خوندن در پارک بدون موسیقی و خوشحالم که عزیزانی که با ما در پارک بودن پسیدن. سعی میکنم این کلیپ کوتاهی که گرفتم بذارم فیسبوک دوستان برکت بگیرم در چند روز گذشته روز بینالمللی جهانی زن بود و فرصتی شد که بدیم وسیله من فکرم هر چقدر به مادرای عزیز بانوهای عزیز تبریک بگیم و تشکر کنیم ما مردا کم نگفتیم من تبریک میگم روز جهانی زن و جون شما هم یک کلیپ کوتاه گذاشته دیدم که مردم پسنده در خیلی لایک زدن خیلی نوشته گذاشتن از شما تشکر کردن که برای خانم‌ها اینقدر ارزش قائل هستید من نازنین برای بانوان به طور مخصوص احترام قائلیم برای جوانان برای همه ولی چرا میگم بانوان برای که میدونم قشری که بیشتر از همه در سالهای سال در فرهنگ فارسی مورد کم لطفی قرار گرفتن در بعضی جاها خانما بودن ولی شما زیبا گفتید شما چی گفتید در فیسبوک گفتم که یه سری که خندیدید من نشون ندادم من نشون ندم. با همین آیفون خودمون گرفتیمش خب آره ولی مهمه که خانوما دلوقتي. در جامعه ایرانی یا در هر محیطی که هستن، خیلی مهمه که ما لیدر باشیم، ما رهبر باشیم، مه. ما تاثیرگذار باشیم، میدونیم، مخصوصاً جامعه امروزه احتیاج به یک زن داره که تاثیرگذار باشه، یک زن رهبر. بر حال ما مردم رو رهبری میکنیم چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد چه منفی چه مثبت چه منفی چه مثبت درسته چقدر مهمه که ما یک زن نمونه باشیم یک زنی باشیم اه. که در اون محیط تاثیرات مثبت بذاریم بله. و اثر مثبت به اه. دوستانمون بدیم اه. تو فرهنگ فارسی در طول تاریخ اه. ایران بسیار بانوانی وجود داشتن استر ملکه که گل سرسبد همه این خانم ها بودن تا خانوایی که امروز هم هستن در زندان در خارج زندان خیلی نمونه بودن در تغییر تحول تاریخ ایران من با امور سیاسی کار ندارم چون من اصلا مرد سیاسی نیستم کشیش هستم فقط کارم اینه که انجیل موعظه کنم مردم رو خدمت کنم براشون دعا کنم ولی میدونم که بانوان هر جا در سر جای خودشون قرار گرفتن در فرهنگ ایرانی و غیر ایرانی خداوند ازشون به طرز وسیع استفاده زیبا گفتید همه ما لیدر رهبر هستیم و رهبر کارش رهبری کردن من متاسفم که در تلویزیون ها و فیلم های سینمایی که بندم در اون باز حد نیستم که بخوام فیلم ها رو نقد کنن و سریال ها حتی دیدم گاهی وقتا با خانم ها خوب برخورد نمیشه تعجب کردم چون که دیگه قرن 21 کمه این سریال آخری که با هم نگاه کردیم خیلی خندیدن دیدم که چه الفاظ زشتی رو برای خانوما استفاده کرده حالا حتی برای خنده و بعد دیدم اون خانم چرا خودش خوشش اومد گفت چرا منو به این اسم صدا کنی؟ من فکر می‌کنم نباید این کارو کرد چرا نباید این کارو کرد چه برای خانم چه برای آقایون چه برای جوانان برای اینکه و بچه ها برای اینکه برای چیزی که خدا ارزش قائله و احترام قائله ما هم باید احترام ارزش قائل بشیم حالا این شخص میتونه در زیر لوای یک فرهنگ باشه مثلا از اتونیک گروپ های مختلف در ایران مثل آذری مثل لوری مثل کردی مثل بلوچی مثل گیلکی که همه اینا قشنگ هم تو پیکنیک هم به بعضی از دوستان میگفتم گفتم اگر من دو روزی دوباره بتونم برگردم ایران یکی از چیزها میخواهد که دونه دونه برم این شهرها و فرهنگشون رو ببینم من نزدیک اگر خدا منو آذری آفریده که من آذری نیستم متاسفانه یا خوشبختانه تو تهران بزرگ شدم و یا مثلا منو گیلکی به وجود آورده اونجا من درست هستم اونجا خدا منو خلق کرده و اه... اه... یه چیزی که به فرهنگ و اتحاد ما کمک میکنه من اینو میگم چون به کلیسا هم ربط داره اه... اه... به هم احترام گذاشتن پذیرفتن هم دیگه همونطوری که هستیم یکی از چیزهایی که وجود داره در جامعه گاهی وقتا ما فقط میخوایم دیگران رو عوض کنیم حالا در به طور خندیدن به مردم جوک درست کردن شایع درست کردن و یا هر چیز دیگه ای ولی میخوام اینه بگم خدایی که خدای روز هفتم هست خدایی که خدای استراحت و آرامی هست اگر ما رو طوری که هستیم میپذیره شمارم میپذیره اگر شما میپذیره منم میپذیره در به طور مثال یکی از اونها در واقع در انجیل لوقا باب 15 هستش که میخوایم کمی راجبش صحبت کنیم در انجیل لوقا باب 15 ما چند تا ماجرا رو میخونیم که یکی از اون ماجراها داستان پسر گم شده هستش در این داستان پسر گم شده که اصطلاحاً اسمیه که روی این آقا پسر قرار گرفته ما میخونیم یک پدری هست که دو تا فرزند داره یکی از اونا پدر پسر فرزند بزرگتر هست و دیگری کوچکتر پسر کوچکتر میاد پیش پدرش میگه پدر آنچه که به من مربوط میشه رو میخوام ازت به من بده من تصمیم گرفتم از خونه زندگی برم و برم به سرزمین بعید دور ناشناخته و البته پدر بهش میگه نکن این کارو و ولی پسر در واقع اون خودش سهم خودشو ارسی خودش میگیره و ماجرا خیلی زیبا ما میگه میگه این پسر میره پولش و ثروت و دارایی که پدرش بهش داده بود میره صرف ایش و نوش و خوشگذرانی و با دیگران بودن و در واقع به جایی میرسه که تمام دارایی ها رو از دست میده و به عبارتی بی خانمان میشه به جایی میرسه که کلام خدا میگه غذای خوکا رو میخورد چرا خوک و کلام خدا در این داستان میگه برای که از نظر دیدگاه قوم یهود خوک کیوان نجسی بودش و میخواد بگه حتی به این پستی میرسه من نه خوک چرا بعد تفلک همه چیزش هم خوشمزه است مردم میخورن کار <applause> ندارم حالا فردا نگیم این گوش خوبه یا <applause> اون گوش بده چیزی که خدا آفرید خوبه ولی آه آه به حال به جایی میرسه که به هیچی میرسه و در این هیچی خودش یک روزی به خودش میاد و بعد تصمیم میگیره که نزد پدرش برگرده میگه چیم کمتره من که به این روز افتادم اقلا برمیگردم پیش پدرم میگم اگه منم نمیپذیری به عنوان یک به عنوان فرزندت منو به عنوان یک از پذیر کمتر از این که نیستش من میخوام این ماجره رو نازنین جون از آیه 20 شما لطف کنید بخونید تا جایی که پدر فرزند پذیر البته منم میتونم اینک بزنم بخونم ولی حالا در ساعت برخواسته به سوی پدر خود متوجه شد اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده هم نمود و دوان دوان آمده او رو در آغوش خود کشیده بوسید پسر وی رو گفت ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کردم و بعد از این لایقان آن نیستم که پسر تو خوانده بله. شوم بله. لیکن پدر به غلامان خود گفت جامعه بهترین را از خانه آورده به دو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پاهایش و گوساله پرواری را آورده زب کنید تا بخوریم و شادی نماییم زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید گم شده بود مهم. یافت شد پس به شادی کردن شروع نموندن خیلی تصویر قشنگیه بسیار عالی. از خدایی که میخواد در زندگی کسانی که از او دور هستن وارد بشه با اونها ارتباط و مشارکت برقرار کنه و محبت و عشق خودش رو به اونها نشون بده آمین اینجا میبینیم اه. پسر در گناه بوده بله از او دور شد از پدر دور شده پدر گفته ارسم بده و رفته ولی یه موقعی رسید که این پسر به خودش اومد گفت من اینجا چی کار میکنم با این خوک ها؟ من یه پدری دارم که ثروتمنده. درسته پدر آسمانی مالک آسمان زمینه امه. و من در این زمین گمراه هم گم شده هستم امه. خدا میخواد ما به خودمون بیایم ما تسنگه او آغوشش بازه اون او منتظره این ما هستیم که گم شده هستیم بله. ما هستیم که به خودمون بیایم پدری داریم که به فکر ما هست من چرا اینجا دارم قصه میخورم خالق من عاشق منه انقدر منو دوست داره که حاضر شد آسمان رو ترک کنه به زمین بیاد به خاطر ما به خاطر ما ببینید من فکر کنم کلام خدا این آیه رو خیلی میپسندم که راجعش صحبت کنه میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شده این راجع به قوم اسرائیل البته میگه ولی در این ماجرا و در این آیه نمیبینیم مهمترین قدم برای که انسان به کامیابی برسه به موفقیت برسه و با برای اون برنامه و فکری که خدا برای اون فرد در نظر گرفته برسه اینه که اون شناخت درست رو از خدا به دست بیاره مذاهب ادعا میکنن که خدا رو معرفی میکنن هر کدوم از دیدگاه خودشون طبق در واقع برنامه ها و نظریات که دارن در خیلی از اوقات متاسفانه این برداشت اشتباهه از این جهتی که خیلی از ما وقتی هرچی به مذهب نزدیک تر میشیم از خدا میخوایم دورتر بشیم چرا؟ برای که شناخت اشتباه رو ما میدن زیر لوای مذهب، شریعت، قانون، بکن های مختلف اما در این ماجرا اگه برگردیم این قضیه نیا کنیم پسر زمانی سرنوشتش عوض میشه که یه روز به خودش میاد <applause> نمیدونم در ارتباط این پسر که اسمش پسر گم شده است و در اون مدتی که از مال و دارایی و پدر و خانه و کارگران و محبتشون فاصله گرفته بود چه در افکار گذشت و در خلوت خودش به چه نتیجه رسید ولی یک چیزی رو میدونم و اون اینه که یک روز به خودش اومد کلام خدا خیلی قشن میگه میگه برخواسته به سوی پدر خود متوجه شد به سوی پدر خود متوجه شد چیزی که مذهب یا فلسفه میگه در این راستا و مکاتب مختلف اینه که بیا من تو رو به خدا میرسونم این چیزیه که بعضیا فکر میکنن کمک میکنه حالا یه هندو به همین شک فکر میکنه یک در واقع بودایی به همین شک فکر میکنه و دوستان دیگه در مذاهب دیگه ولی کمتر ما به این فکر میکنیم که چرا نزد خودش بریم نریم <applause> چرا نریم پیش خود پدر و عیسی مسیح اومد که دست ما رو تو دست پدر بذاره و در خیلی از این جاها مثلا در انجیل یوحنا ما اینو میخونیم که عیسی میگه هر که نزد من بیاد پدر رو میتونه ببینه چرا میگیم پدر برای که دوستان یهودی به خدا میگن پدر رابطه خدا و انسان رو نشون میده و اینجا میگه متوجه شده چشاش باز شد چیزی که امروز من دعا میکنم برای میلیون ها میلیون ایرانی علال خصوص که چشماشون باز بشه خدا رو اونطور که هست بشناسن متوجه بشن که چه علتی وجود داره که خدا اونها رو خلق کرده چه علتی وجود داره ببینیم ما انسان ها موجودات ابدی هستیم ما آدم های روحانی هستیم بخوایم و نخوایم یک روزی از این دنیا میریم 100 سال دیگه این موقع خیلی از ما روی این زمین نیستیم حالا به خدا شما رو کمک کنه و 120 سال بشه و سایتون کم نشه اینا دیگه داستانه خب اینا تعارف های ایرانیه ولی واقعیت اینجاست که من که روحانی هستم شما که روحانی هستید حالا چه مسیحی بشید چه مسیحی نوشید، سوال اینجاست که ابدیت رو بعد از مرگ کجا سپری میکنه بعضی از با میگیم او اینا ساخته دست کشیشاست و دیگران و دیگران اینا رو انسان ها میگن ولی یک واقعیت وجود داره بهشت واقعیت داره جهنم واقعیت داره و یک روزی از ما یک روزی ما وقتی از این دنیا میریم بیه که از اینا میریم حالا بعضی مذاهب مثل اسلام راجع برز، برزخ صحبت میکنن میگن که اونجا هستش و میریم حالا ببینیم چی میشه و خدا ما رو میبره بهشت یا میبره جهنم اونجا مشخص میشه. ترازوی هست اینا چیزی که در واقع در بین مردم مرسومه و اینجوری فکر میکنن انسان ها درست کردن انسان ها درست کردن. تو شریعت نیستش بله تو شریعت نیستش ولی صحبت سینه که ما موجودات ابدی بالاخره با یکی از این حقایق رو میشیم <applause> و سوال اینجاست که چه چیزی میتونه به من این تضمینه بده که من بعد از مرگ آیا وارد حضور خدا میشم یا وارد حضور خدا نمیشم. این پسر در یک برزخی بود، در یک جهنمی بود. پولش رو از دست داده، شخصیتش رو از دست داده، موقعیتش رو از دست داده، چیزی که مطمئنا خدا به او داده بود. مطمئنا بر او فرام کرد من میخوام این آیه رو با هم نگاه کنیم اشعیا فصل در میگردیم به آقای پسر گم شده اشعیا فصل 64 اشعیا 700 سال قبل از مسیح بود و برای قوم یهود دبوت میکرد بسیار کتاب قشنگه فصل 64 آیه 8 اشعیا میگویند اما الان ای خداوند میدونیم قوم اسرائیل اینجا توی اسارته اما الان ای خداوند تو پدر ما هستی ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمعی ما مصنوع دستای تو باشه یک, تمس... یک مثال زمینی میزنه تا نبی به ما نشون بده که ما کی هستیم و خدا کی هستش خدا خالقه ما یه مشت گلی, گلی بودیم که شاید به... به قواره بودیم ما را شکل و فرم داد ما را انسان کرد شبیه خودش آفری زیبا و همون شکلی که من و شما هستیم و اجازه داد که جس بپوشیم علت جس پوشیدنی بود که این افتخار داشته باشیم که زندگی رو با محبتش تجربه بکنیم گناه اینو از ما گرفت چیزی که برای پسر گم شده اتفاق افتاد او از پدر خودش دور شد و در این دور شدن تجربیات تلخی رو لمس کرد که هرگز تو خونه پدرش لمس نکرده من میخوام یه چیزی بگم به دوستانم خونه پدر ما خدا مکانیس امن پر از آرامش پر از تسلی برکت و خوشی همونطور که برای پدر پسر بود ما از خونه پدر اومدیم بیرون پدر همچنان قلبش هست اینجا میگه پدر هر روز وایساده بود منتظر بود که این پسر برگرده هی نگاه میکرد پسر من چرا نیامد کاشکی امروز بیاد کاشکی فردا بیاد ولی ماجرا اینجاست که کلام اینجا خط نمیشه که پدر میگه من منتظرم تا بیا دوربین میره سراغ پسر و پسر نشون میده که پسر نقش تصمیم گرفتن داره در مذهب اصولا ما زیاد حق تصمیم گرفتن نداریم انگار خداست فقط اون بالا برای ما نقشه میکشه هر چی که خدا بگه قسمت من همین بوده که بر سرم گذاشته خب ولی اینطور نیست در انجیل درود میذارم به خواننده محترم و و سراندش. ولی در مسیح و در انجیل خدا به ما نشون میده ما که باید تصمیم بگیریم خدا که دخشش مشخصه او سانه است گل ورداشته داده و فکر خوب داره او پدره خدا هرگز برای هیچ کس فکر بد نداره من نمیدونم تا یه چیزی میشه من یه مطلبی تو فیسبوک گذاشتم نمیشتم خدا پر از محبت بلافاصله یه آقای اومد آ اینا رو شما درست کردید خدا کجاست به خدا چی کار داری اینا همش زایده افکار انسانه من داریم. چرا ما هر کاری میکنیم آخر سر میریم کاسه کوسه سر خدا میگیم بهش همونطور که آدم و حوا این کارو کردن اجداد ما اومدن گناه کردن بعد اومد گفتش که ای خود ای خدا این چه زانیه که تو برای من آفعید. تو این گناه رو چیکار داری به خدا بزن خب خدا وقتی انسان آفرید اونها رو با اراده آزاد آفرید دقیقا. که خودشون تصمیم مهم، بگیرن مهم. و همطور که میگی این کوزگر وقتی که گل رو درست کرد این کوزه رو درست کرد مهم. یه چیز کوکی نبود که خدا درست کرد کوک کنه. آره بگه که نه این فقط تو فقط میتونی این کار رو بکنی به ما چویس داد انتخاب. انتخاب. داد ده. که شما میتونید که این گفتش که از همه درخت ها بخورید بجز درخت شناخت و نیکوبر <applause> یعنی خدا نمیخواست که آدم و هوا تشخیص بدن نیکوبر اصلا نمیخواست که انسان بدی رو بشناسه ب... بدی وجود نداشت بله. بدی وجود نداشت اصلا نیست وجود نداره در خداوند ولی این تصمیم رو به انسان داد و متاسفانه انسان فریب خورد و اون حکومتی که خدا به انسان داد انسان حکومت رو داد دست شیطان نهالا. و شیطان رئیس اینجا. نهالا. حالا اونجا نریم ولی میخواستم در مورد این پدر بگم دقیقا که این پدر هر روز منتظر بود که باله. پسر برگرد و وقتی پسر اومد یعنی خدا خدا منتظره میگه در قلب در در قلبت ایستاده در رو میکوبم اگه باز کنی وارد میشم و با تو شام خواهم خورد میدونی؟ او ایساده درم میکوبه درسته و این انتخاب با من و شماست اه. و اینجا پسر که برمیگرده انگار انتظار داره که پدر بیاد اونو محکوم کنه خیلی از ما وقتی گناه میکنیم میگیم چون ما از خدا همین خدا الان اون بالا منتظر تق بزنه تو سر من منو تنبیه کنه چرا؟ چون من گناه کردم خب همه ما گناهکاریم همه ما گناه کردیم و از جلال خدا قاصر شدیم ولی اینجا پسر اومده منتظر محکومیت با این دید اصلا اومده و میگه که من نزد تو و نزد خداوند گناه کردم درسته؟ و بعد از این لایق نیستم لیاقت ندارم که حتی پسر تو خونده بشم آره. من کیم که حالا بیام مسی منو بپذیره قابل نیستیم یا اصلا قابل نیستیم که حالا مسی <laughs> بیا برای من جام بده زج بکشه درسته. امروز پس ارن چقدر اینو قشنگ زیبا باز کرد که درد. چه اه, کاری کردی سای مسیح چجوری اون عشق محبتشو اه, به ما نشون داد ولی اینجا داریم که بله. ای من اصلا لیاقت ندارم پسر تو باشم بله. من لایق نیستم امه. ولی اصلا انگار پدر اینا نشنید اصلا نشنید که پسر چی داره ولی در میره. آیه آیه در واقع بیست اینجا ما قلب پدر رو میبینیم امه. و می‌خوام اینو به شما بگم اگه شما تو زندگیتون اشتباهاتی کردید یا دیگری به شما گفته یا اطراف و جامعه این پیغام به شما به درد نمیخورید شما نالایقی من کجا خدا کجا میخوام این قسم از کلام خدا رو انجیل مقدس ببینید میگوید ان اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود کلام خدا میگه من بر هر کی بخوام ترحم میکنم او سانه او کوزگره میتونه گل دوباره خراب کنه دوباره بسازه و خدایش رو گرگودار خدا این گل رو خراب میکنه دوباره میسازه تو شکل و فرم قشنگتری بهش میده میگه دوان دوان او آمده در مذهب ما میبینیم که انسان ها هستن که باید تلاش کنن به خدا برن و هی میرن جلو و هی میرن جلو میرن به خدا نمیرسن پس کو خدا پس چرا من خدا رو نمیبینم خب نمیتونیم من شما به دنیای خدا بریم ولی یه واقعیت اینجاست در انجیل مقدسشون میده یک راه وجود داره که ما میتونیم نجات پیدا بکنیم آرامش تسلی برکت بخشش خدا عدالت خدا تجربه کنیم و اون که خدا بیاد بین ما آمین چیزی که برای خیلی قابل حضم است خدا استغفر الله خدا کجا ما <applause> کجا آقا خدا میخواد بیاد زمین شما رو خدمت کنه شما نه یا مگه میتونید شما بگید یا او سانه هستش او خدا در مشیت الهی خودش میبینه که باید بیاد به زمین جسم پوشه او دوان دوانم میاد نه با زور برای خدا کاری نداشت که وقتی آدم و هوا را و گناه کردن دوباره همه را از بین ببره پاک کنه از صفحه روزگار دوباره آدم و هوای دوباره بسازه اون موقع دو نفر بوده الان هفت میلیارد هستن نه ولی این راه خدا نیست راه خدا راه ترنمه هم اون موقع خداوند برای آدم و هوا نقشه نجات و, و اونجا دارد. کلام میگه در کتاب پیدرش کار خدا خراب کردن است میخوام اینو بگم ما اینجا میدونید گاهی وقتا ما میایم اون چیزی که میریم خوب نیست خط میزنیم میریم به عقب دوباره میخوام بریم از ببینیم کار خدا خراب کردن نیست کار خدا چون خدای معجزات هست خدایی هست که پر از شفقت و محبت و عشق هست اینه که همون چیز مستاب شده رو خراب شده رو از بین رفته رو میتونه خراب کنه درست. یک عزیزی که ازدواجش به هم خورده بدون امید هست و اون ازدواج به بنا به هر دلیلی به خرابی کشیده شده خدای معجزات کارش اینه که همون رو بیاد درست کنه الان عزیز آمد گفت من ناراحتی دارم با فرزندم در همه پیکنیک بودیم و فرزندم اینجوری شده گفتم خدا میتونه اونو شفا بده خدا چیز بد نمیده ما به فارسی میگیم خدا بد داده اشتباه خدا مگه میتونه چیز بد بده اگه خدا چیز بد بده گزا خدا نیست دیگه من با خدا مشکل دارم ولی خدا چیز بد نمیده میتونه اون چیز بد رو بیاد درست کنه و ما بارها در کتاب مقدسی میبینیم مکاشفات خدا رو معجزات خدا رو که چگونه چیزهای از بین رفته رو درست میکنه آمین. و اینجا پدر دوان دوان میاد سراغ فرزن امه. میخوام اینو بگم دوست من من شما رو نمیبینم شما منو میبینید من نمیدونم شما از چه بگران نمیایید مال ما مشخصه تا یه حدی جلو دوربینا برای شما نشون بدیم ولی یه چیزی میدونم در اون جایی که قرار گرفتید بله خیلی ممنون میتونید به ما ایمیل کنید info at برای ما بریویسید در اون جایی که قرار گرفتید در هر جایی که هستش یه خبر خوب برای شما دارم که انجیل مقدس میگه اگر شما نمیتونید از اون جایی که هستید جلو برید یا به دست چپ و راست و عقبتون برگردید خبر خوش اینه که خدا دوان دوام میخواد به سراغ شما بیاد اومده خدا دوان دوان اومده تو که اسمت مجید الان داری این برنامه رو نگاه میکنی خداوند دوان دوان اومده که تو رو در اون جایی که هستی بلندت کنه تو رو شفا ببینید مذهب میاد میگه آه چرا گناه کردی تو بدبخت تو حقت همینه الهی که بعضی از این چیزایی که تو فرق فارسی ها. من اینجوری میگم مردم تا حدی لمسش کنم مطلب ولی در انجیل ما نمیخونیم خدا بیاد محکوم کنه اصلا پدر نمیگه حقت بود مگه نگفتم پولا رو نگیر اصلا خیلی جالبه نه فقط دوان دوان میاد بعد پسر میگه بابا من اصلا لیاقت ندارم من گناه کردم مم. بعد انگار اصلا پدر نشنید پسر مم. داره چی میگه مم. میگه سری رفت به, قلامان... به قلامان خود گفت جامعه بله. بهترین رو از خانه آورده بپوشانید بله. بدو... انگشتری به دستش کنید بهترین کش بله. رو بیارید بله. براش چون این پسر من گم شده بود یافت شد مهمتر چیز همینه اصلا پدر کاری نداره که اینجا داره این بچه این پسر حالا ارسشو خواسته و تمام ارسشو بله. رفته برباد داده حالا داره میاد یه جورایی داره معذرت خواهی میکنه میگه ام. من اشتباه کردم من گناه کردم نه فقط به تو گناه کردم به خدا گناه کردم فهمیده اینجا بله. توبه رو میبینه بله. میدونی بازگشت رو میبینی ولی عزیزان مطمئن باشید که خدای ما خدای محبت خدای رحمت ولی خدای عادلی هم هست بله،, بله محبت او شما رو محکوم نمیکنه شما رو کاملا میبخشه درسته ولی عادله چون جریمه گناه پرداخت شده امه. اگه پرداخت نمیشد، اگه عیسی مسیح روی صلیب نمیرفت نمیمرد من و تو مجبور بودیم این جریمه رو پرداخت کنیم بله. ولی در نمیشه که خدا محبت نیست محبت خدا سر جاشه. ولی عدالت خدا باید انجام بشه اگه امید. خدا جریمه رو پرداخت نمی کرد، خدای عادلی نبود خدا نمیتونست همین جوری چشم پوشی کنه همین جوری ببخشه از گناه انسان ولی امید. واقعا قلب پدر اینجا میبینیم که انقدر عاشق شماست من خوشم بدین نکتر رو شرقی نوشته نویسنده که در واقع لوقا هست و مسیح البته این داستان رو تعریف کرده مثال گفته میگه پدر پسر رو بوسید میدونید بوسه در فرهنگ ما نشانه محبت نشان دادن و عشق و محبتمون رو به دیگری ابراز کردن هستش خیلی برای من جالبه این نشون میده که خدا یک واقعیت که همیشه ما پشت این تریبونا و میکروفونا و دوربینا گفتیم به شما رو داره نشون میده چیزی که فقط در انجیل و مقدس میبینی و در محبتی که عیسی از خدا برای ما تعریفش میگه و اون این هستش که خدا برخلاف مذهب من هم امشب به مذهب ما چیز کردیم ولی برخلاف مذهب خدا با گناه ما مشکل داره نه با خود ما در مذهب ما میبینیم که دوربین فقط رو اون است <applause> گناه میکنه شلاخ نمیدونم خطا میکنه برو زندان این کار میکنه سنگسار اون کار میکنه اونطور اما در مسیح ببینیم که خدا اومده اون دیواره رو برداره اون مانع رو برداره میدونیم و اون مانع چیزی نیست جز گناه برای همین عیسی مسیح اومد تا دیوارهای بین ما و خدا رو برداره اینجا میگه آمد بوسیدش محبتش کرد به دستش انگشتر زد انگشتر نشانه شخصیت ماست شما اگه دست چپ میذارید یعنی ازدواج کردی درست حلقه رو اگه دست راست میذارید یعنی من نامزد کردم اینجوری که من یاد گرفتم اینجوری من یادی من ازدواج کردم <تصفح> یه دونه بسه خب ولی انگشتری نشانه شخصیته مسلما اگه پادشاه باشید انگشترتون از این 100 دلاری ها نیستش یک صد میلیون دلاری هستش ها نشاندنی شخصیت شما هستش خداوند انگشتری به دستش میکنه یعنی چی این پسر منه امروز خدا میخواد دست شما انگشتر کنه خدا میخواد شما رو ببوسه پدر میخواد لباس و ردای تن شما کنه لباس افراد نشانگر شخصیت افراد هستش درسته خدا میخواد لباس فرزند رو شما قرار بده که به این شکل بگه این مال منه این مال منه شما اگه بیه کمد لباس های ما رو ببینید البته از این کمد انقدی انقدرش مال نازای خانم انقدرش مال منه که طبیعی درسته نصفشم کیف و کفشه خب در این کمد لباس های مختلفی داره درسته این جاکت مال موقعی که من با دوستان میرم پیکنیک با دوستام هستم با عزیزانم هستم این کت و شلوار مال اون مهمونی است این کت و شلوار مال تلویزیونه ما هر چی می‌خریم بعد چیزی بخریم این تلویزیون بخوره یعنی می‌خوایم سبز بخریم نمیشه می‌خوایم گل گل منگولی بخریم نمیشه ها ولی مشخصه که کی مال کجاست چی مال کی هستش امیدوارم خب پس خدا اینجا لباس رو که تن این فرزند میکنه برخلاف اون اشتباهاتی کرده که حقش بود تنبیش کنه بگه برو بیرون اصلا تو خونه من نیاد عادلانش این بود دیگه ولی کدوم پدر منصف پر از محبتیه که فرزندش برگشته مثل یه فرزند که شما یه چیزی بهش میدی خراب میکنه اولین سوالی که از فرزندت میکنیم میکنی که میکنی حالت خوبه نمیگی تو چرا این کارو کردی میگه حالت خوبه چون نگران خودش هستی توجه میکنیم؟ خدا نگران ماست چرا؟ چون ما صنعت دست او هستیم ما به شکل عیسی خلق شدیم به شکل خدا خلق شدیم برای همینه که برای ما نگرانه برای ما کانسرنه خدا شما رو هرگز فراموش نکرده زمانی بود در سن 16 سالگی از گیشا اتوبان گیشا تا سرسبیل بنده میرفتم خونه پیاده تو اون اتوبانا میرفتم که فقط یک دیوونه میتونست تو اون فریوی ها باشه اتوبانا باشه و گریه میکردم میگفتم خدایا چرا منو ترک کردی چرا به فکر من هست اصلا من برای چی زندم اینو انگلی غم قبنگیر دوستان ما رو میخوندم برای خودم داده بیداد اگه اینجا این کار بکنی پلیس بهم داره میبره میگه ببریم دیوونه خونه فعلا بریم چشه مشکلش چیه ولی یه روز خدا من رو ملاقات کرد آهنگ دهن من عوض شد فکر من عوض شد قلب من عوض شد امروز من یه خدا رو یه خدای عصبانی نمیبینم که بالا نشسته فقط منتظر منو تنبیه کنه بلکه در انجیل او محبت و عشق و دوستی او رو میبینم که در روی صلیب برای من مهیا شده انجیل این تصویر قشنگ میده خداوند میگه ما بدون او گم شده هستیم وقتی از خونه اومدیم بیرون گم شده هستیم ما هر جا هستیم در هر کشوری هستیم تحت هر شرایطی که هستیم ولی وقتی برمیگردیم به خونه نه فقط این پدر ما رو بیرون نمیکنه بلکه میاد ما رو در آغوش میگیره محبت میکنه و به ما موقعیتی میده که از دست داده بودیم اگر شما امروز به عیسی مسیح ایمان آوردید و امروز ایمان داره به مسیح هستید یک چیز خیلی مهمه که یاد بگیرید و اون موقعیت و جای شما در مسیح هستش شما در جایگاه بالا و آسمانی نشسته اید همان چیزی که در مسیح قرار داشت مرده رو زنده میکرد مریضا رو شفا میداد و تمام آرامش و برکتی که در او بود امروز مال شما هستش شما میتونید اون رو دریافت بکنید میگید او من به عیسی ایمان آوردم هنوز اینا رو تجربه نکردم امشب در قلبتون رو باز کنید بگید عیسی من میخوام این لباس رو تن من کنی میخوام منو محبت کنی میخوام منو خدمت کنی انجیل تو این وعده ها رو به من میده و او شما رو خدمت خواهد کرد میخوام یه قسمت دیگر اگه شما اجازه بدید با هم بریم نگاه بکنیم اشعیا 55 آیه 6 به بعد و در این قسمت در اشعیا 55 6 به بعد آیات دیگه ای رو که راجع به همین مطلب صحبت دوباره تصور داشته در نظر داشته 700 سال قبل که مسیح به دنیا بیاد میخواد شما بخونید خداوند را مادامی که یافت می شود به طلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید آمین شهر. خدا را مادامی که یافت می شود, می شود. شود به طلبیت. می میدونیم ما میگیم طرف خدا رحمتش کنه مهم. شخصی که فوت کرده و از این دنیا رفته و پروندش تو این دنیا بسته شده دیگه دوباره چه رحمتی میگرده خدا خدای زندگانه خدا میخواد ما رو در زنده بودنمون رحمت کنه میخواد در زنده بودنمون برکت بده امروز روز رحمت یافتنه امروز روز برکت یافتن عزیزان اگر شما خودتون اون فرزند گم شده میبینید احساس میکنید از او دور هستید خدا اونجاست شما اینجا هستید با او هیچ ارتباطی ندارید شاید یه دعایی هم میخونید یه وردی هم میگید احساس میکنید هیچ ارتباط دو طرفه نیستش امشب شما میتونید ارتباطتون رو برقرار کنید امشب میتونید خونه پدرتون برگردید میگوید که خدا را مادامی که یافت میشود امشب و امروز اتفاقی نیست که ما داریم برنامه رو ببینید الان خدا رو یافت میشه بین من و شما هستش بین شما بینندگان عزیز هستش همون جایی که هستید در اون همون مستابگاه شما جایی که به هم ریخته همه چی به هم خورده است ناآرامی هست شکست هست, هست. همونجا الان خدا کنار شما است لطفا بقیه آیه رو بخونید. و میگه مادامی که نزدیک است او رو بخوانید شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را ترک نماید درسته. و به سوی خداوند بازگشت کند اینجا باید شخص تصمیم بگیره مثل پسر گم شده و بر و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی خدای ما که مغفرت شکر مغفرت مغفرت عظیم خواهد کرد یعنی میبخشه خیلی عظیم عظیم آمیم. اون چیزی که اصلا ما خلی... لایقش نیستیم نه بنده اصلا لیاقت نداشتم بنده اگر مسی نمی اومد منو نجات نمیداد سالها پیش زیر خروارها خاک مرده بودم با اون خودکشی که کردم از زندگی خلاص بشم و بسیاری از ما هستیم که میدونیم که چه کارهایی کردیم و از چه بگران نداریم میایم که اصلا حق نداریم که خدا بر ما رحم بکنه اون گلار رو لش کرد از بینش برد دوباره درستش کرد ولی خدا خدای رحمته خدایی که میدوه و سراغ ما میاد ما رو در آغوش میگیره و میبوسه ما رو عزیزان <applause> یعنی خوش آمدی به منزل من امشب شب روز شما شب شماست که قلبتون باز کن بعضی آیات با شما دعا خواهیم کرد برای شما و در خدمت شما خواهیم بود که اینگونه محبت خدا رو دریافت کنید بفرمایید زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست طریق های شما طریق های من نه زیرا چنان که آز آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریق های من از طریق های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می آمین. و چنان که باران و برف از آسمان میبارد و, به آنجا بر نمی گرده بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومن می سازد و برزگر و تخم و خورنده را نان میبخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر خواهد بود نزد من بی سمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید خدا میخواد ما کامران بشیم این فکر غلط که از بد به تولد به ما داده شده بعضی به دنیا آمدن میگن من به درد زندگی کردن نمیخورم من لایق این دنیا نیستم این بعد دوست شایزان اشتباهه شما لایق هستید من همیشه به کلیسا میگم اگر عیسی مسیح خدای قادر مطلق انسان میشه و به زمین میاد تا برای گناهان من بمیره پس من خیلی چیز با ارزشی هستم ام. یک چیز با ارزش هستم که خدا آمده در همین لوقا البته میگه میگه پیرزنی بود چیزی رو گم کرد و شروع کرد جارو کردن تا پیدا نکنه ول نکرد خدا اون پیرزنه است که اومد به زمین تا دنبال من شما بگرده او چوپانی است که دنبال گوسفند گم شدهش اومده امشب خدا دنبال شما میگرده این شماره تلفن پایین سفر میبینید که در واقع مال استودیو هست همین یعنی الان بازه شما اگه احتیاج به دعا دارید میتونید تماس بگیرید اگر این برنامه تموم شده و پخش زنده نیستش ما در استودیو قاعدتا نخواهیم بود با شماره تلفن 949 آفیس کلیسامون تماس بگیرید در خدمت شما قائم بود و با شما دعا خواهیم که صبح خواهیم ولی امشب زمانی که خدا یافت میشه یه زمانی میشه دیگه خدا رو نخواهید دید درای کشتی بسته میشه طوفان میاد و دنیا از بین میره امروز روز رحمته روز برکت سوال اینجاست اقلا این پسر گم شده یک چیزی رو فهمید من میخوام امشب بیننگار من امشب اینو بفهمن و اون بود که من میخوام برگردم میخوام برگردم خونه پدرم آیا میخواید امشب خونه پدرتون برگردید آیا میخواید برگردید اونجایی که تعلق دارید اینجایی که الان شما هستید به شما تعلق نداره در اون موقعیت و مکانی که هستید در اون شرایط که الان هستید اونجا برازنده شخصیت شما نیست که خدا شما رو به اون شکل آفریده خدا در جایهای آسمانی در برکات عالی که او برای شما از پیش از بنیاد عالم قبل از تولد شما تدارک دیده اونجا خداوند تدارک عالی دیده به طوری که میخواد شما رو چنان برکت بده که نه فقط نیاز شما برآورده بشه بلکه به باعث برکت دیگران بشید دوست من نوشته بود در فیسبوک آقای باقستانی یا آقای شما که این حرف رو زدید خدا کجاست اینجور چیزا کی پس در واقع احتیاجات مردم گرسنه و آفریقا و استثمارا و از این چیزایی که مردم تو همش میگن شما لازم نیست برید سراغ استثمارا شما لازم نیست به دنیا رو عوض کنید شما از بغل شروع کنید از همسایتون شروع میکنید شما از شهرتون شروع میکنید و بعد بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه سنگ بزرگ علامت نزدن نه؟ از اون جایی که هستید خدا میخواد همون تو که ابتدای برنامه گفتید در همون جایی که هستید اول چنان زندگی شما تغییر پیدا بکنه که شما بتونید دیگران رو لید بکنید دیگران رو بتونید رهبری کنید و خدمت کنید این آرزوی خدا هستش امیل. اگر چیزی دارید در این آیات بگید اگر نه ما کم کم برای دوستان دعا کنه و برای عزیزانی که درخواست دعا کردن من فقط قبل از اینکه دعا کنیم میخوام تشویقتون کنم که عیسی مسیح کنار شماست امیل. و کلام او رو شنیدید ما امه. از خودمون هیچ حرف نزدیم هر آنچه که گفتیم از کلام خداست درسته. از کتاب مقدس شما اگه ندارید میتونید با ما تماس بگیرید ایمیل بزنید برید و به وبسایتمون ما کتاب مقدس داریم انجیل داریم براتون پست میکنیم با مبلغ خیلی کم ولی برای داخل ایران که مجانی میفرستید بله ولی موضوع اینه که همطور که آیه رو خوندیم خداوند باران رحمتش رو بر نیکان و بدان یکسان میریزه آمین. و وقتی بارانش رو میریزه شما نمیبینید که باران و برف که به زمین بیاد به آسمان برگرده <applause> نه باران و برف که به زمین میاد زمین رو بارور میکنه درسته. قضا میده به کشاورز به درختان به میوه جاد بارور می... میوه میاره درسته. درسته. درسته همونطور کلام خدا کلام خدا وقتی شما شنیدید الان نزد شما فرستاده شد میوه میاره تو زندگیتون ام. ام. کافی شما دریافتش کنید بله. بپذیرید بله. ایمان بیارید بهش این کلام در زندگی شما این... میوه میاره امید. وقتی کلام میگه که به خودش بی... به خودتون بیاد با کنید و من شما رو برکت میدم فکرهایی که من برای شما دارم فکرهای عالیه فکرهایی که به شما امید میبخشه فکرهای سلامتیه خب چرا اینو رد کنی آمید. چه چیزی بهتر از فکرهای خداوند برای شما نقشه های خداوند بهترینه الان ما تقاضاهای دعاها رو اینجا داریم و این دعاها اینها چرا تقاضای دعا کردن برای اینکه ایمان دارن که دعاهاشون جواب داده میشه شما هرگز هر یه کاری نمیکنید اگه بدونید که فایده ای نداره درسته. هیچ وقت یه ویتامین رو شما نمیخورید بگید بله. که او این ویتامین اصلا به درد نمیخوره بله. ولی من میخورم بله میدونی <تصفح> 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 پس نه. ایمان داریم شما بله. میتونید تلفن کنید میتونید بعدا ایمیل بزنید درخواست های دعاتون رو بفرستید ما برای خودتونم میتونید دعا کنید با ایمان با کلام که کلام میوه میاره بله تو این وقت... هفته خانم شاهدوخ از قزاقستان تماس گرفتن نمیشدن حالم خیلی خرابه به هم بیخته هستم برام دعا کنید متشکرم شاهدوخ چون که این برنامه دیدید به ما تماس گرفته رضا از بلژیک دعا برای مشکلاتم کمر دارم نوشته بودن خانم سعیده در زاهدان ایران هستن گفتن برای من دعا کنید نمیشدن برای چی خانم فهیمه از نروژ نوشتم ما را در دعا داشته باشید فرنگ از اصفهان میگن تشکر از خدمات شما با اینکه مرتبا برای خدا رو اعلام میکنم ولی خسته شدم. خواهر نظرین رو خیلی دوست دارم. شما رو گفتن. خیلی دوست داریم. اینا چند تا از اون در واقع درخواست‌ها هستن که من فرصت کردم بنویسم بیارن. و با شما دوست عزیز که درخواستاتون اینجا نیست ما خوشحال میشیم بدونیم از طریق ایمیل از طریق تلفن از طریق فیسبوک بنویسید در خدمت شما خواهی بود حتی اگه میخواید اسمتون ذکر نشه خب بگید اسم من ننویسید یا مستعار بدید ولی مهم اینه که خدا اسم شما رو میدونه ما میخوایم برای شما دعا بکنیم و نازا بعد از اون میخوام شما عزیزم مردم رو دعوت کنه که قلبشون رو مسیح از این طریق دعا بکنم با هم دعا بکنیم و از خداوند بخوایم که دست مبارکش رو این عزیزان قرار آمین آمین خداوند در نام عیسی مسیح برای عزیزان دعا میکنم برای درخواستاشون خداوند برای دردهاشون که تو برداری خداوند دعا میکنم برای مشکلاتشون که تو برداری خداوند برای بیننده عزیزی که الان داره نگاه بلده. 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 میکنه از زندگی بلده. بلده. خسته شده خداوند دعا میکنم هر خستگی رو برداری خدا هر ناامیدی رو برداری خداوند هر بار گران را برداری اخنود امین امید. تو گفتی بیایید نزد من زحمت کشان که, که بله. بله. خداوند تو تسلی تو آرامش ام. تو که فوق از عقل ماست خداوند بله. به این برادرم اطهاق کنید امید. خداوند بله. هر فکر خودکشی بله. و در نام عیسی مسیح باطل می کنم بله. خداوند می بندم اجازه نمیدیم بله. که شیطان فکر نیکو را از این مرد بگیره خداوند بله. و, و اجازه نمیدیم شیطان این مرد رو به حلاکت ببره خداوند بله. شفای تو رو جاری کن و دعا میکنیم برای هر کسی که میخواد تو رو تو قلبش بپذیره بله. هر کسی که الان به خودش اومده دو بله. میخواد بازگشت کنه نزد آفریننده بله خود کافیست بله. بگی عیسی مسیح, ایسای مسیح. ایمان, دارم ایمان, دارم. ایمان دارم, که روی صلیب جریمه گناهان منو پرداخت, من رو پرداخت کرده. کردی بله وارد قلب و زندگی من وارد قلب و زندگی من شد گناهانم ببخش گناهام ببخش گذشتم ببخش گذشتم ببخش. به من تولدی تازه به من تولد تازه منو شخص جدیدی بس من شخص جدیدی بس خدا به تو میسپارم خدا به تو میسپارم در نام عیسی در نام عیسی آمین آمین خدا برکتتون بده تبریک میگم با این دعا شما خیلی ساده مسیح شدی عیسی مسیح وارد زندگیتون شده شما آشتی کردید با خدای خودتون شما رو میبوسه آمین میخواد شما رو کامل در من نمیدونم چقدر وقت داره میتونم یه تلفن جواب بدم تمامه نمیتونم جواب بدم پس دو اوکی پس میتونی دوستان باشید پشت خط میام الان چند لحظه در خدمت شما خواهیم بود عزیزانی که دوست دارید که این تلویزیون این برنامه رو یعنی برنامه رو، یعنی روز هفتم یعنی من از انجونو حمایت مالی بکنید ما به کمک شما احتیاج داریم که ساعت ها رو بیشتر کنیم و بتونیم همینطور شما را به خدمت ادامه بدیم با ما تماس بگیرید هر عزیزی که با ما تماس بگیرم مبلغی بدم ما به شما سی رایگانی رو را در آمریکا البته برای شما پست میکنیم رایگان اینا خاننده های خیلی عزیز و دوسته خوب من هستن داروشان و فریدیک جان که حتما به زودی خواهم بود اگر کمک بکنید به ما این ما را در واقع یاری میده که بتونیم به این خدمت ادامه بدیم چیزی که از دست شما مهم نیست شما مسیح هستید و نیستید مسلما از مسیحیان من بیشتر انتظار دارم تماس بگیرید که بتونیم شما خدمت کنیم اگر کتاب مقدس میخواین شما میتونید با ما تماس بگیرید یه نسخه خیلی زیبا و خوب اون رو در داخل آمریکا برای شما پست میکنیم در اروپا به شما میگیم از کجا تهیه کنید و در ایران برای شما ارسال میکنیم به مناظرتون اگه براتون سخته میتونید به وبسایت ما برید سیما دات کام اونجا یه نسخه کامل انجیل هست و تهیه کنید و بخونید شما دوست داریم هفته بعد با برنامه نوروزی کم کم نزدیک میشیم سعی می کنیم ما هم در برنامه روز هفتم یک شرایط روز ه... در واقع نوروز رو با شما داشته باشیم و از این طریق هم بتونیم شما خدمت به دوستانتون بگید برنامه روز هفتم یک شنبه ساعت به وقت لس آنجلس برگزار میشه خیلی تشکر می از مهندس عزیز که در اتاق فرمان ما رو یاری دادم و صاحبان این تلویزیون و شبکه خدا برکتتون بده تا یه برنامه دیگه که در خدمت شما خواهیم بود خدا برکتتون بده